درود بر بینندگان گرامی، مهران ملکی هستم. برنامه ناگفتار تاریخ رو از شبکه جهانی تلویزیون ایران آریایی به طور زنده از طریق اسکایپ بر شما اجرا میکنم. امروز 18 سپتامبر مطابق با 27 شهریور ماه هستش. خب من یه موضوع رو ابتدا در واقع خدمتتون عرض کنم و اون اینه که برنامه های روزهای شنبه از این به بعد به جای ساعت 10 صبح 10:30 صبح اجرا خواهد شد، چون به هر حال برنامه گذار قبلی که تا بیاد برنامه رو ایشون تموم کنه ببنده، بعد مهندس سیاوش خان اون رو ببنده بیاد با من ایمیل ها رو چک بکنه، اینا یه زمانی پیش میبره که یعنی یه زمانی رو میبره. بنابراین همیشه 10 و 20 دقیقه میشه، 10 و 25 دقیقه میشه و شما منتظر هستید. اینه که برای اینکه هم ما خودمون دلشوره نداشته باشیم، نگرانی نداشته باشیم، هم شما نازنینان بدونین دقیقا چه ساعت شروع میشه، اینه که از این به بعد روزهای شنبه 10:30 صبح برنامه اجرا میشه. 10:30 تا 11:30 اینو خواستم توضیح بدم خدمتون. حضورتون عرض کنم که خب والا من در دنیا اخبار مناسب نیست، به ویژه در منطقه ما خاورمیانه. اصلا همه چیز رو به هم ریختن این غربیا، واقعا به هم ریختن، به ویژه این دموکرات ها که در امریکا آمدن روی کار، اینها و با گلوبالیستا و اینا یک افتضاحی به بار آوردن که حساب نداره خداییش. انگار نه انگار که مردم اون منطقه بشرن، انسانن، اصلا هیچ کدوم اینا نه، موجود زنده که هستن. این چه بلاییه که به سرشون آوردین؟ طرف رو دار میزنن بعد تیربارون هم میکنن، رو هم موقع که دار زدن تیربارون هم دارن میکنن. آخه این وحشی ها چی آوردین انداختین به جون مردم؟ یه سری به جون ایران انداختین که 42 سال گرفتارش هستیم، نتونستیم نجات پیدا کنیم از دستشون. واکسن رو ممنون که حالا تازگی گفتم واکسن آزاد بشه. آخه برای همه چیز اینا تصمیم میگیرن، کوچکترین موضوعات زندگی خصوصی هر انسانی رو اینا توش دخل و تصرف دارن. بابا جون آخه این چه بلایی شما به سر کشورهای اون منطقه میارید؟ معادن و منابع رو میخواییم به چاپین؟ خب همه رو که جمهوری کردید، افرادی هم که اونجا میان سر کار از خود شما انتخابشون میکنید. شما دول غربی و دموکرات های آمریکا، شما خیلی بیرو درواسی این رئیس جمهورها رو انتخاب میکنین، اونجاها میانین سر کار، خب باهاشون قرارداد ببندین بچاپین. ولی مردم رو دیگه دست این وحشی ها ندین اقلا که اینجوری بکشن. میترسین که مردم این وحشی ها بالا سرشون نباشه بگن منابع و معادن ما رو کجا میبرین؟ از این میترسین که اینجور کشت و کشتها تو اون منطقه را میندازین؟ روزی نیستش که نگم توی عراق بم ترکیده یه تعداد مردن، توی لبنان بم ترکیده یا مثلا راکت زدن یه تعداد مردن، تو سوریه همینطور راکت زدن یه تعدادی مردن. توی حضورتون از کنم که ایران کشت و کشتار نکنن در شهر و در روستا و در مردم ایران. الان همین الان آموزگاران تظاهرات دارن، بابا پولشون کمه نمیرسه، خودشون میگن خط فقر 12 میلیون تومنه، اینا رو معلم رو بهش 3 میلیون میده. آخه با این چی جوری زندگی کنه؟ اعتراض هم که میکنن میکشین میزنین میبندین، هزار اغلب زیر شکنجه کشته میشن، اغلب تو ایران زیر شکنجه کشته میشن. اون وضعیت ایران، این وضعیتی که تو افغانستان به راه انداختی که طرف فقط برای نجات جونش طرف خودکشی میکنه که گیر طالبان نیفته، برای اینکه اونا به طور وحشی وار اول تجاوز میکنن، بعد هزار جور بلا سر اینا میارن تا اینا زیر شکنجه بمیرن. الان بخشی از ایالت پنجشی رو گرفتن، دست که 40% رو گرفتن. ببین چه میکنن با مردم اون منطقه، تمام خونه به خونه میرن، تمام اهل خانواده از زن و بچه و پیر و جوان و پیر زن و پیر مرد و مادر بزرگ و پدر بزرگ و بچه کوچیک و سوار این کامیونا میکنن، جمعیت رو
معلوم نیست کجا میبرن اینا رو، کوچه اجباری ایل هزاره همینجور داره طرف تو خیابون را میره، مرتی که طالبان بهش طالب بهش میگه که قیافه ایل هزاره معلومه اینا مثل چشتنگا هستن، مثل چینی ژاپنیان چشتنگن، ایل هزاره همشون مسلمونن، حالا یکی هم اومده باشه رفته باشه مثلا سنی شده باشه بازم اینا میکشنش چون شکل و قیافش مشخصه. بهش میگه هزاره ای این از ایل هزاره است، یارو بیچاره حرف نزده تا یه گوله میزنه وسط خیابون میکشتش. چه بساطی را انداخته ناخه شما دوبر غربی این کارا رو میکنین با ملت اون منطقه؟ یه کلام هم که ما حرف میزنیم هر چقدر میگم این تعصبات اسلامی رو از این مغزتون بریزین دور، مگه میشه؟ نمیشه، امکان نداره. همچیز زدم به دو طرف سرم درد گرفت سرم واقعا. به من پای مسیج میزنن میگن شاد زیوی دیر زیوی نیاکان ما اینا مسیج میزنن این پیام میفرستن، ولی ببینید خود پیامشون چیه، اصلا آدم دردناکه وقتی که گوش میده. یه خانم بگه تو چرا ما یک کلام مثل که دفعه پیش گفتیم میگن اسرائیل در انقلاب اسلامی 57 دخالت داشته، ازشون سند بخواییم مدرک بخواییم، چه دخالتی داشته؟ واقعا چه دخالتی داشته؟ خانم تلفن زده دیشب دیر وقت، به وقت ما دیر وقته، ساعت 9:30 شب، من هزار تا کار دارم و اینا، بر من مسیج گذاشتن دو دفعه پشترم مسیج گذاشتن، خیلی هم مهر کردم به من رو برنامه رو میبینم چی اما حالا برای که من حرف ایشون رو بپذیرم، آره شوهر من تو صحبت بوده، بعد از این اسرائیلی ها پرسیده که شما که زمان شما چمدون چمدون پول میبردین از ایران بیرون، چرا بر ضد شاه اقدام کردیم؟ نا گفتن ما فقط شایعه میپراکندیم. نه آقا جون، نه خانم عزیزم، شوهر شما چه تو صحبت باشه چه نباشه، چه شما تو دربار باشه چه نباشه، همچی چیزی نیست. بر پایه سند و مدرک حرف میزنم، من هرچی اینو میگم فکر میکنید من بچم، سر من رو میخواید گول بزنید، حرفایی که خودتون میپذیرید میخواید تحویل من بدید منم بپذیرم. بابا من بعد از دیپلمم 10 سال دوباره درس خوندم تا دکترای تاریخ رو گرفتم، تو این مدت تمام مدت من تمام مطالب تاریخی منطقه خاورمیانه به ویژه ایران و تاریخ معاصر ایران رو خوندم و مطالعه کردم، هنوزم کارم همینه. آخه چی منو گول میزنی؟ رئیس بخش بزرگی از ساواک پرویز ثابتی کتاب نوشته، ببین اصلا همچی چیزی نوشته که دولت اسرائیل شایعه پراکنی میکرده؟ بابا خود شاه کتاب نوشته، کتاب پاسخ به تاریخ رو نوشته، در خارج از کشور که دیگه پادشاه نبوده، همه رو لو داده، گفته این همه رو راست گفته، یک کلم نگفته که اسرائیل چیز میکرده اسمش چیه شایعه پراکنی میکرده، نمیتونست بنویسه. بی بی سی رو گفته، کشورهای دیگر رو گفته، دموکرات های اینجا رو گفته، و واقعا هم شایعه پراکنی کار بی بی سی بود و همینجور رادیو پیک ایران مال حزب توده و خود حزب توده در کل، حزب توده او از زمانی که تأسیس شد از مهر ماه سال 1320 کارش شایعه درست کردن بر ضد دربار بود، بر ضد اشرف پهلوی، بر ضد محمد رضا شاه، اینقدر که بر ضد اشرف پهلوی شایعه درست میکردن و شاپور غلام رضا برای این دوتا شایعه درست میکردن، برای سایر خواهر برادران شاه نمیکردن. چرا؟ چون این دوتا دو تن از افرادی بودن که بسیار قدرتمند بودن و از مشاورین شاه بودن و کمک میکردن به شاه، برای همین برای این دوتا بیشتر از همه شایعه درست کردن. چه چیزایی راجع به اشرف پهلوی که ننوشتن، بعد خودشون امروزه در کتابشون میگن که ما شایعه کردیم. مثلا دکتر فریدون کشاورز در کتابش میگه علنا که چیکاره بوده، عضو کمیته مرکزی حزب توده بوده دکتر فریدون کشاورز، میگه ما توده یا شایعه میکردیم، احمد مسعود رو کشتیم گذاشتیم گردن شاه، نمیدونم فلانی رو کشتیم گذاشتیم گردن اشرف پهلوی.
شایعه پراکنی کار توده یا کمونیستا به ویژه در رأس همشون توده یا و این بی بی سی و مصدق اللهی ها، یعنی همین جبهه ضد ملی بود. آخه این تعصبات مذهبی این که این دشمنی رو در شما ایجاد میکنه، نمیذاره واقعیت ها رو بفهمید. من واقعا متاسفم و به شما بگم هرگز کشورهای ما نجات پیدا نخواهد کرد مگر اینکه این تعصبات مذهبی رو از درون مغزمون کامل کنار بذاریم، نه اینکه بیایم بگیم درود بدرود شادزیوی دیرزیوی بعد همونجور تعصبات مذهبی رو تو مغزمون داشته باشیم، ضد یهود باشیم، ضد فلان باشیم، ضد فلان دین باشیم. این نشون میده که درست نشدید متاسفانه. 10 بار دیگه هم میتونم برامون انقلاب اسلامی را بندازم. به این حرفا نیستش که در عمل باید از این مذهب جدا باشی، در عمل باید فاشیست نباشی، در عمل باید دموکرات باشی، در عمل باید حضورتون از کنم که ضد این مذهب و ضد این دین و ضد اون قوم و ضد اون فلان نباشی. ما در تاریخ باستان این ضدیت ها رو نداشتیم، بر همینم مملکتمون اونقدر پیشرفته و مترقی و جلو و قدرتمند بود. ما چه در دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان به ویژه که میگن دین رسمی داشتیم، زرتشتیت رو دین رسمی اعلام کرده بوده اردشیر بابکان که دروغ دقل درست میکنن، آره تعصبات مذهبی بوده و فلان اینا دروغه. ما در تمام دوران تاریخ باستانمون نه تنها یهودی ستیزی نداشتیم، بلکه در دوران کوروش که دیدیم کوروش هخامنشیان یهودیان رو آزاد کرد و برد رسوندشون، یه بخششون هم که خودشون میخواستن برگردن به اسرائیل برگشت به اونجا، بعد جانشینش داریوش بزرگ داد معبدشون رو تعمیر کردن، معبد بزرگشون در اورشلیم رو درست کردن تعمیر کردن. بعد در تمام دوران هخامنشیان یهود اون موقع اسم همونجا اسرائیل بوده، همین اسرائیل بوده اسمش، ملاحظه میکنید؟ یهودیان اسرائیلیا مرزهای شمالی ما رو در اون منطقه محافظت میکردن از هجوم اقوام وحشی و بیگانه، دفاع میکردن که اینا نزن وارد خاک ایران نشن، چون ایران بسیار گسترده بود در اون زمان، ملاحظه میکنید؟ بعد ملکه زن داشتیم، بعد در دوران حضورتون عرض کنم که ساسانیان هم همینطور که دین رسم، با اینکه دین رسمی زرتشتیت بود، ما ملکه های زن داریم که فرزندان پسرشون پادشاهان ایران هم. بابا شاپور بزرگ که در واقع چندین بار با روم جنگید که هر بارم شاپور پیروز شد و امپراتور روم و والریان با 70,000 سربازیانش رو اسیر کرد، ولی نداد به کشتنشون یا اسارت بده، بهشون کار داد و حقوق میداد، بردهداری نداشتیم، ملاحظه میکنی؟ دانشگاه گندی شاپور رو شاپور بزرگ ساخت. اصلا شهر جندی شاپور رو شاپور بزرگ ساخت. بسیار کتاب های مختلف علمی، فلسفی، یعنی پزشکی، ستاره شناسی رو از کشورهای مختلف دیگر جمع‌آوری کرد، آورد در ایران به زبان پهلوی و سانسکریت ترجمه کردن، دانشگاه جندی شاپور ساخت. بابا این مادرش یهودی بود، ملکه ایران. همینطور بهرام گور، باز یکی دیگه از پادشاهان بسیار پرقدرت ایران، مادرش یهودی بود. ملکه های یهودی ما زیاد داشتیم در دوران ساسانیان. آقا جون نکنین این کارا رو، تو رو به هر کی که دوست دارید، به خدا اگر اعتقاد دارید، به پروردگار اگر اعتقاد دارید، این خرافات مذهبی رو از سرتون دور کنید، این تعصبات رو دور کنید.
نکنید این ستیز رو نکنید، بذارید مملکت ما نجات. البته خوشبختانه بهتون میگم نسل جوان این حالتهایی که شماها نسل 50 و 70 درشون نیست، خوشبختانه درشون نیست، اصلا چنین تعصباتی ندارم. آفرین بهتون. میدونید چرا ندارن؟ برای اینکه از بس تو این حکومت جمهوری اسلامی بهشون ظلم و ستم شد، اینها رفتن تحقیق کردن، مطالعه کردن و کندوکاف کردن، کنجکاوی کردن و واقعیت ها رو پیدا کردن. برای همین هم تعصبات اینجور تعصبات رو ندارن، با اون گروه بد باشن، با اون گروه بد نباشن، با این باشن اون نباشن، این درست نیست. زیبایی ایران باستان این بود که حتی در دوران ساسانیان تا آخر دوران ساسانیان 18 دین و آیین در کنار هم زندگی میکردن و اقوام مختلف، حتی ملیت های مختلف که ایران بزرگ دوران ساسانی، خب ما بخشای از یونان رو گرفته بودیم، بخشای از بیزانس رو گرفته بودیم، یعنی روم شرقی رو گرفته بودیم، تا مصر رفته بود یه مرزمون به ویژه در دوران خسرو پرویز بزرگ که خیلی بهش بد میگن این توده یا و اسلامیستا، یه مرزمون هندوستان بود، بخشای از هندوستان تا حتی گرفته بودیم. بنابراین ملیت های مختلف در ایران دوران باستان زندگی می کردن. در دانشگاه جندی شاپور به چندین زبان تدریس می شد، استادهای دانشگاه از کشورهای مختلف، استادان دانشگاه 5 استاد فلسفه از دانشگاه از یونان که اینها فلسفه نو افلاطینی یونان رو در واقع پیروی میکردن، یعنی بیدین بودن، از نظر خیلی ها کافر بودن. اینها رفتن ابتدا فرار کردن، رفتن به روم، در روم دین رسمی بود و اینها را میگرفتن میکشتن، مسیحیت رو دین رسمی کرده بودن، از اونجا فرار کردن اومدن ایران دوران ساسانی. پس معلوم میشه که آزادی های ادیان وجود داشته در ایران دوران ساسانی و در دانشگاه جندی شاپور مشغول به کار میشن این استادان، تدریس میکنن در اونجا. ما خوابگاه داشتیم در دانشگاه جندی شاپور برای دانشجویانی که از کشورهای مختلف میامدن به ایران برای تحصیل. ما حتی در دانشگاه جندی شاپور جراحی میکردیم که هیچ جای دنیا هنوز بلد نیست جراحی رو بکنه. برید بخونید، دستتون نمیرسه اصلا به این نوشته ها. توی تحقیقات دانشگاه کمبریج انگلیسه که دشمنی هم داره تقریبا از 100% با ایران و مزایای و اون در واقع بزرگ چیزهایی که باعث بزرگی ایران شده بود، مدنیت پر افتخار ایران رو دشمنی داره باش انگلیس، غرب اصلا این دشمنی داره باش. با این وجود دانشگاه کمبریج می نویسه که دانشگاه جندی شاپور بزرگترین مرکز، حضورتون عرض کنم که پزشکی و جراحی جهان اون روز رو داشته. یه همچین کشوری برای چی اینقدر پیشرفته بود؟ برای اینکه گفتم با ادیان مختلف، ملیت‌های مختلف در کنار هم در ایران بزرگ باستان زندگی می‌کردن و این تعصبات وجود نداشت، این کینه‌توزی‌ها، این دشمنی‌ها، این ضدیت‌ها، اینا وجود نداشت. اگر می‌خوایم مقتدر بشیم، اگر می‌خوایم نجات پیدا کنیم از دست جمهوری اسلامی، باز هم باید همون بشیم. وگرنه همین آش و همین کاسه است که میبینید. ببخشید من در این رابطه نمیخواستم صحبت کنم، یه دفعه از دستم در رفت اختیارم، ببخشید. من مطالب دیگه بود که میخوام بگم، مهمه خیلی. خدمتون بگم که در رابطه با افشاگری که در مورد مارک میلی کی هستش؟ مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا هستش. این آقا در زمان آقای ترامپ هم رئیس ستاد ارتش بود و ایشون پنهانی
به دور از چشم ترامپ بدونی که ترامپ خبر داشته باشه با همتای خودش در چین تماس میگیره و اون رو بهش اطمینان میده که دولت امریکا هرگز حمله نمیکنه به چین و اگر هم دستور حمله بدن ما نمیکنیم، حمله نمیکنیم، اگر ترامپ هم این دستور رو بده ما این حمله رو نمیکنیم. خب این کاملا برخلاف قانون اساسی امریکاست، تا اینجا رو بدونید، چون در قانون اساسی امریکا رئیس جمهور فرمانده قوای سه‌گانه است، زمینی، دریایی، هوایی، و رئیس جمهوری که میتونه دستور بده، دستور جنگ رو بده، دستور صلح رو بده، هر دو رو. چرا تو بدون اطلاع رئیس جمهورت یه چنین کاری رو کردی؟ اگر به دموکراسی اعتقاد داری، این رئیس جمهوری بوده که منتخب مردم بوده، یعنی مردم انتخابش کردن اومده رو کار. حالا تو خوشت نمیاد نانسی پلوسی به این میگه که یه تیکه از گفتگوی این رو هم دارن، حالا بهتون میگم، بیشتر توضیح میدم. نانسی پلوسی تلفنی به این مارک ملی میگه که این ترامپ دیوانه است و از این دیوانه هر کاری برمیاد. این آقای مارک ملی رئیس ستاد ارتش میگه بله با شما موافقم فلان. حالا دیوانه است، هر چی که هست مردم انتخابش کردن. شما نبایستی که به خواسته مردم احترام بذارید؟ نه، دموکراسی کشکه، هیچ جای دنیا نیستش. اینی که من امروز یعنی امروز که نه، ماهاست فهمیدم، حالا بیشتر توضیح میدم برای شما در این رابطه. و حضورتون عرض کنم که میخوام از مجلس سرشخان خواهش کنم لطف بکنن شماره یک تصویر آقای مارک ملی رو بذارن رو صفحه، خیلی ممنون میشم. مرسی مهندس سیاوشخان نازنین، دستتون درد نکنه. خب ببینید به شما بگم که دو نویسنده معروف امریکایی ببخشید دو نویسنده معروف امریکایی با نامهای باب وودوارد و حضورتون عرض کنم که اون یکی هم اسمش چی بود، رابرت کاستا، اینا خبرنگاران تحقیقی هستند، مشهور هستند در آمریکا. اینها کتابی نوشتن تحت عنوان کتاب تحت عنوان پرل، یعنی خطر، لازم کنید روی کتاب نوشته شده که در این کتاب ایشون اینها به خیلی از اسناد دوران ترامپ دست پیدا کردن و اونها رو مطرح کردن و گذاشتن در اونجا. البته خود کتاب 21 سپتامبر پخش میشه برای فروش همگانی، ولی تا اونجا که یه عده‌ای تونستن بخونن از جمله برخی از نمایندگان مجلس و غیره، مطالبی تو این کتابه که خیلی مهمه. حضورتون عرض کنم که به استناد این کتاب نانسی پلوسی به ملی میگه که میدانید که ترامپ دیوانه است. ملی در پاسخ به پلوسی گفته که در همه موارد با پلوسی موافق هست. لازم میکنید در همه موارد با اون چی که پلوسی، این پنهانی از رئیس جمهوری، این حرفار اینا بین خودشون زدن که این تیک از گفتگو رو این دو نویسنده به دستشون افتاده و دارن کلیپ صداشو. و روزنامه روز سه‌شنبه 14 سپتامبر روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری CNN در گزارش‌های جداگانه با استناد به کتابی که گفتم هنوز منتشر نشده خبر دادن که مارک ملی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا با همتای چینی خودش تماس گرفته، یعنی با وزیر خارجه، ببخشید یعنی با وزیر جنگ یا رئیس ستاد این چین تماس گرفته و همچنین به فرماندهان مربوطه دستور داده که دستور احتمالی حمله اتمی را بدون هماهنگی با او اجرا نکنند. یعنی اگر ترامپ دستور حمله اتمی داد اجرا نکنند،
ملاحظه میکنید، هم به فرمانده های ارتش گفته این آقا بدون اجازه رئیس جمهور، هم تلفن زده به اون طرف گفته به چین. به شما بگم این آقای ترامپ وقتی این مطالب به اطلاعشون رسیده گفته من به هیچ وجه خیال جنگ با چین نداشتم، واقعا هم نداشت. توی تاریخ امریکا شاید بگم یکی از در واقع یکی از کسانی هست، یکی از رئیس جمهورهایی هستش آقای ترامپ که اصلا جنگی شروع نکرد در دوران ریاست جمهوریش. بقیهشون به ویژه دموکرات‌ها هر کدوم اومدن رو کار یه جنگی رو راه انداختن، اما آقای ترامپ هیچ جنگی رو راه ننداخت. حتی جمهوری اسلامی که اینقدر آزار ریخت و هی فضای سبز رو زد مال سفارت امریکا رو، هی نمیدونم پروگری کرد و موشک پرتاب کرد و این کارا رو کرد، با این حال آقای ترامپ وارد جنگ نشد که بخواد بزنه، حتی نقطه زنی بکنه ایران رو. ملاحظه میکنید خود قاسم سلیمانی با سرکرده اشعث‌شعبی و اینا رو، چهار تاشون که با هم بودن، چهار تا سرکرده تروریست رو با هم با پهپاد کشتن، نه ارتشی فرستاد نه چیزی، اینطوری وارد جنگ نشد با هیچ کشوری. و خود ترامپ هم از این موضوع خیلی عصبانی شده و گفته من به هیچ وجه خیال جنگ نداشتم. ادامه میدم که خدمتتون، بنابر گزارش هایی که آقایون باب وودوارد، یعنی همین که این کتاب رو نوشته که خبرنگار تحقیقی مشهور آمریکایی هسته و نویسنده همین کتاب خطر، و همینطور آقای روبرت کاستا، اینا میگن که میلی دو بار با لی سوان چنگ ژنرال چینی تماس تلفنی برقرار کرده بدون اطلاع رئیس جمهور. لازم کنید مهندس سیاوش خان ممکنه تصویر کتابم لطف بکنید نشون بدین روی جلد، اکثر روی جلد. خیلی ممنون، یه دنیا سپاس. خب حضورتون میگم که خیلی ممنون، اگر بیایم داخل سپاسگزار میشم. سیاوش خان نازنین ممنون میشم. خب در ادامه اومده که این مقام امریکایی، یعنی همین آقای مارک میلی، به منظور متقاعد کردن پکن حتی رزمایش نظامی امریکا رو به تعویق انداخته. رژه نظامی که باید میدن هر سال یه زمان در واقع ثابت داره، اون رو عقب انداخته. زمانی که ترامپ رئیس جمهور بوده اون رژه نظامی رو نرفتن، که تو خود امریکا رژه میدن ندادن، به خاطر میل پکن، به خاطر میل چین. آفرین به شما رئیس ستاد ارتش و خانم نانسی پلوسی و بقیه‌تون. برحال در این کتاب خطر اومده که رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا به فرمانده مربوط دستور داده است، فرمانده مربوطه که مخصوص این رژه بوده، دستور داده است در صورتی که دونالد ترامپ قصد استفاده از اختیارات خود برای صدور فرمان حمله را داشته باشد، پیش از اجرا به او اطلاع دهند. لازم کنین پس از اینجا میفهمیم که باز دوباره این موضوع رو که رئیس جمهور چنین اختیارات رو داره که این آقای مارک میلی سپرده به فرمانده های دیگه ارتش که هر زمانی که ترامپ رئیس جمهور خواست از اختیارات خود، جز اختیارات رئیس جمهوره، برای صدور فرمان حمله استفاده کنه به من خبر بده. خبر بده که چی؟ به بقیه فرمانده ها بگه نه نکنین، گوش ندین به حرفش. به 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 قول ترامپ این خودش یه نوع کودتاست. حالا بیشتر توضیح میدم خدمتتون. خب حضورتون عرض کنم که در این همین کتاب
گفته میشه که آقای همین مارک میلی، جنرال مارک میلی، به دلیل نگرانی از اقدامات احتمالی ناسنجیده ترامپ. به تو چه؟ رئیس جمهور اونه، انتخابش هم کردن مردم، حالا اقدامات بایدن خیلی سنجیده است. برحال هماهنگی های لازم را با رؤسای سرویس های امنیتی آمریکا، یعنی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی CIA ملازم کنید، و NSE آژانس امنیتی ملی را هم به عمل آورده، یعنی به اونها هم صحبت کرده بوده، با اونها هم هماهنگ کرده بوده که به حرف ترامپ نره. خب حضورتون عرض کنم که بنابر این گزارشان، نویسندگان برای تألیف این کتاب، برای نوشتن این کتاب، به بریده از یک گفتگوی تلفنی میون این میلی و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، هم دست پیدا کردن و دارن اون رو و استفاده کردن ازش. و این چی بوده این گفتگو؟ در این گفتگو با استناد به نوشته همین کتاب خطر، پلوسی به میلی میگه دو روز پس از اینکه به کنگره، شش بعد از شش ژانویه، یعنی هشت ژانویه، به ملی گفته که میدانید که او دیوانه است، یعنی رئیس جمهور ترامپ دیوانه است، میدانید او دیوانه است. رئیس مجلس نمایندگان همچنین گفته است، اونم گفته که این دیوانه است، رئیس مجلس نمایندگان، اگر نتوانستند جلوی او را، ترامپ را، در حمله به کنگره بگیرن، چه کسی میداند او قادر به انجام چه کارهای دیگری است؟ خانم پلوسی، اگر نتونستید جلوی آقای بایدن رو برای بیرون آوردن ارتش امریکا از افغانستان بگیرید که اون همه امریکایی الان اونجا موندن دارن کشته میشن به دست طالبان، پس چه کسی دیوانه است؟ و ملی نیز در پاسخ به پلوسی گفته است که در همه موارد با پلوسی موافق است، که یعنی ترامپ دیوانه است و نباید اینا رو بهش بگیم و در اختیارش نذاریم اینها. آقای دونالد ترامپ روز سه شنبه، یعنی همین چند روز پیش، 13 سپتامبر، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن ملی را به باد انتقاد گرفته و حقم داره، و او را مسئول خروج آشفته آمریکا از افغانستان دانسته. بله همینطور هم هست. دونالد ترامپ در این بیانیه آورده است از این نقطه عزیمت میکنم که او، یعنی ملی، به دلیل خیانت به کشور پای میز محاکمه کشیده خواهد شد، زیرا بدون اطلاع رئیس جمهور با همتایان چینی مذاکره کرده است. ببینید، حالا البته رئیس دادگاه و اینا که ما این دفعه دیدیم رئیس اون سوپریم کورت هم چه کارایی کرد و اصلا پرونده ها رو بررسی نکرد که ببینه تقلب شده یا نه، لازم کنید. ولی به هر حال آقای ترامپ گفته که این کاری که رابرت میلی کرده، این در واقع خیانت به رئیس جمهور آمریکاست و خیانت به امریکاست، خیانت محسوب میشه که بدون اجازه رئیس جمهور پنهانی در واقع با چینی ها، همده های چینیش، ارتباط برقرار کرد و به اونا اطلاعاتی داده و غیره، همینطور با CIA و همینطور با رئیس مجلس نانسی پلوسی و اینا در تماس بودن و بعد به فرمانده های ارتش گفته همه تون به حرف من باشین و به حرف اون نرید و اینجور چیزا. یعنی مفصل تر از این هاست و کتاب هنوز منتشر نشده. میگم امروز 18 همه، سه روز دیگه کامل منتشر میشه. من فکر کنم خیلی سر صدا به پا میکنه و پنتاگون از موضع‌گیری در باره مواردی که در کتاب اومده فعلا خودداری کرده و تا ببینیم که چی میشه. نمیدونم، چون در رابطه با ترامپ من فکر نمیکنم خیلی این مسئله رو بذارن دموکرات ها بزرگ بشه، چون همه چیز الان در دست خودشونه دیگه، مجلس و کنگره و سنا و تمام رسانه ها در دست خودشونه، فیک نیوز، نشریات و نه، در دست خودشونه دیگه.
ولی خب اینها مطالبی بود که این چند روز اخیر دائم در اخبار و سایت‌های اینترنتی و جاهای دیگه منتشر شده. خواستم که شما بینندگان هم در واقع در جریان باشید که در امریکا زندگی می‌کنید. بسیار مهمه، نه فقط برای همیهنانی که در امریکا، برای همیهنانی که در هر کجای جهان زندگی می‌کنن که ببینید در امریکا چه بلبشویی به پا کردن واقعا این دموکرات‌ها، چه دارن می‌کنن واقعا، چه دارن می‌کنن. خب حالا همین آقای جرار مارک ملی، ببینید در رابطه با طالبان چی میگه. این طالبان جنایتکار خونریز خونخوار وحشی که دل دیوونن همشون، واقعا رفتم تو شهر بازی با اون عمامه‌هاشون، یکی سوار این ماشینا که بچه ها میشه شده، یکی سوار چرخ فلک شده، یکی رفته رو اونا که میپرن بالا میپرن بالا، داره میپره پایین میپره بالا، اسلحه هاشون هم به دستشون. این دیوونه های وحشی رو آوردن انداختن به جون مردم اون منطقه. همینطور روز روشن به یارو میگه تو هزاره تق میزن تو سرش میکشتش، همینجور مردم میکشن. یه سری رو سوار کامیون میکنن، کامیون های سرباز، اینا رو از کجا میبرن به کجا معلوم نیست، اصلا معلوم نیست، هیچ کم نیست که بپرسه چی. اگرم که توی سنا دوتا کنون اعتراض میکنن به در واقع این عمل بایدن که چرا ارتش آورده بیرون، فقط در رابطه با اون 12-13 تا آمریکایی که کشته شده و اون صد و خورده‌ای که در میگن صد و خورده‌ایه، ولی آقای چتگروس توی سنا گفت شاید هزار باشن، هزار به بالا باشن، حالا پخش میکنم اون براتون، برای اوناست. ولی اینکه این ملت افغانستان این جور دارن کشته میشن و شکنجه میشن و اینا، اصلا براشون مهم نیست، مهم نیست. حقوق بشر فقط زمان شاه مهم بود، اینا دیگه بقیه منطقه، کل منطقه خاورمیانه از نظر غربی ها و گلوبالیست ها اصلا بشر نیستن که اینا بخوان حقوقی براشون در نظر بگیرن. اما برای شاه که میخواستن از کار برکنارش بکنن، هی اومدن گفتن حقوق بشر رعایت نمیشه، حقوق بشر رعایت نمیشه، زندانی دارید، که همش هم دروغ بود، که همش هم دروغ بود. بر پایه گزارش خود حضورتون از کنم که شورای که حقوق بشر فرستاده بود به ایران، اصلا یک فقره شکنجه ما نداشتیم در ایران و تعداد زندانیان هم کلن از چند سال روی هم 3000 خورده بوده که خب اینا شامل چریکای فدایی و نمیدونم حزب توبان و تروریست های مجاهدین و این و اون همه هم بودن دیگه، اسلامیست های جنایتکار و اینا همه توش بودن که وقتی که ولشون کردن افتادن تو جون مردم، آدم کشتن. لازم میکنید برای بازی در بردن که شاه رو از کار برکنار کنم. خب حالا این آقای جرار مارک ملی با یه مصاحبه باش کردن، تو این مصاحبه یکی از خبرنگارا از ایشون میپرسه که آیا در رابطه با مبارزه با داعش با طالبان همکاری میکنی؟ میگه ممکنه، possible. آخه چی میگی؟ داعشی که خودتون درست کردین بابا جون، چرا اینقدر آرتیست بازی در میاری؟ داعشی که اوباما درست کردی که ما معلوم شد دوران ترامپ هم اومد گفت، چون حقایق گفته دیوونه است دیگه از نظر شما، نه بعد این حقایق رو میامده به ملت میگفته، بعد پنهانکاری میگرده مثل بقیه. داعشی که خودتون ساختین، سرکرده داعش هم که یه مسلمون شیعه بود، قاسم سلیمانی بود، حالا برای مبارزه با اون میخواد برید با طالبان یکی بشید؟ یعنی خود آمریکا حریف نمیشه 4 تا بمب بندازه تو سر داعش؟ یه گروه وحشی دیگر آوردین که میگیم ما میخواییم بریم با طالبان به جنگم؟ اصلا چه اختلاف عقیدهی بین طالبان و داعش وجود داره؟ اینو برای من معنی کنید ببینم چه اختلاف عقیدهی وجود داره بین طالبان و داعش؟ هر دو سنی هن، هر دو مسلمان هن، هر دو قوانین شرع رو میخوان، هر دو هم با زور کتک و فشار قوانین شرع رو دارن به خورد مردم میدن. برچه حالا برای مبارزه با داعش از طالبان کمک میخواد؟ این آرتیست بازی ها چیه در میارید سر مردم اونجا؟ ببینید شماره 2 مهندس سیاوش خان، این جرار مارک ملی.
There are others killed. Who they are, we don't know. We'll try to sort through all that. Any possibility of coordination against ISIS-K with them? It's possible. We don't know what the future of the Taliban is, but I can tell you from personal experience that this is a ruthless group from the past, and whether or not they change remains to be seen. And as far as our dealings with them at that airfield or in the past year or so, in war, you do what you must in order to reduce risk to mission and force, not what you necessarily want to do. بله، صحبتاشو بشنید، زیرنویس هم داشت فارسی. متوجه شدید دیگه این آقا همونیه که بدون اطلاع ترامپ هم با چینی ها تماس گرفته و این اطلاعات رو بهشون داده بود. نمیدونم حتی رژه نظامی ارتشو که هر سال تو تاریخ معینی انجام میشده رو عقب انداخته که تا بایدن چی ترامپ بره، بعد از ترامپ این رژه رو انجام بده موقع که بایدن هست. مثلا چقدر به عقاید مردم احترام میذاری؟ چه دموکراسی؟ بح بح، حس کردم. خب حضورتون عرض کنم که الان در خود امریکا در کنگره صدای به ویژه سناتورها و کانگرسمنهای رپابلیک یعنی جمهوری خواه در اومده در رابطه با بایدن، چون خیلی گیج گولی بازی دیگه در میاره، از شور به درش آب میبرده واقعا. و سناتور جان باروسو میگه که بایدن، اجازه بدید که سخنانشون رو بشنویم، بعد اگر که نمیدونم زیر نویس فارسی نداشت بخشهایش رو من براتون توضیح میدم. شماره 3 از مهندس سیاوش خواه اگر لطف بفرمایید خیلی ممنون میشم. President Biden on the day that the last U.S. soldiers were evacuated from Afghanistan called it an extraordinary success. To me, that is the lie of the 21st century. It's untrue, it's dishonest, and if President Biden believes it, he is delusional. Never again will we be able to say that America never leaves Americans behind, because Joe Biden did just that. And today in the Foreign Relations Committee, Secretary of State Blinken said there are still over 100 Americans trapped behind enemy lines in Afghanistan. The United States is less safe now than we were over the last 20 years, and Afghanistan is now a haven for terrorists. Our enemies are emboldened, our friends are furious. بله، من داشتم تونتون می نوشتم مطالبی که ایشون می گفت، الان خدمتون ترجمهش رو میگم. خب حضورتون عرض کنم که ایشون گفتن که بایدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رو یک موفقیت دانسته، که من این سناتور جان باروسو میگه، که میگه من آن را دروغ قرن مینامم. راست هم میگه، واقعا دروغ قرنه. ایشون میگه اگر بایدن به گفته خود اعتماد و اطمینان دارد، او فردی متوهم است، توهم گرفتتش. اگر واقعا فکر میکنه که به این ترتیبی که ارتش امریکا رو از اونجا آورده بیرون، که باعث شده که الان ایشون گفت چقدر، میگه بالای 100 آمریکایی هنوز در افغانستان هستن و کلی هم اینجوری کشته شدن اینا، اگر این کار خودشو خیلی واقعا اعتقاد داره که مهم بود و خوب بود و بزرگه، این یعنی فرد متوهمیه، توهم زده. لازم کنیم ایشون میگه بالای 100 آمریکایی در افغانستان هستش و کاری که کرده دشمنان ما رو بزرگتر کرده، دوستانمون رو هم وحشت زده. راست میگه، این میگم واقعا صداشون در اومده در کنگره و در سنا.
ریپابلیکن ها، جمهوری خواه. همینطور آقای سناتور جاش هولی، ایشون هم میگه در رابطه با بایدن که بایدن میگه بایدن اصلا، ایشون میگه بایدن یک ننگ است. من سیاوش خان شماره 4 خیلی ممنون میشم. Make no mistake, this president is a disgrace. His behavior is disgraceful. He has dishonored this country with his shameful leadership in this crisis. And it is time for him to resign. And if he had the responsibility of leadership, he would resign. For the crisis that he has himself led this nation into, and the responsibility he bears for the lives that have been lost, and for the American citizens who are even now, as I speak, trapped in Afghanistan, left to the enemy because of his failures and his shameful, disgraceful leadership. بله، خلاصه از سخنان ایشون هم بگم خدمتون. ایشون گفتن که این رئیس جمهور یعنی آقای بایدن یک ننگه و رفتارهای او ننگینه و میگه او با رهبری خودش آمریکا رو بی آبرو کرد و زمان استعفاش فرا رسیده و هم آمریکا رو بی آبرو کرد، هم کشور رو بی آبرو کرد، هم مردم رو بی آبرو کرد و زمان استعفاش فرا رسیده، باید استعفا بده بره دیگه، بدتر از این نمیشه. برحال خب این کلیپ هم ببینیم، خیلی جالبه. بایدن با همسرش خانومش رفتن یه جا، بعد دارن صحبت میکنن، حالا زن بایدن داره صحبت میکنه، بایدن از معلوم نیست چشه قاطی کرده دوباره، یه خوده باید میسته، بعد دستاشو میکنه تو جیبش میره، زنه داره صحبت میکنه. شماره 5 از مهندس سیاوش خان خیلی جالبه، اینو ببینید، گیجه گیجه، واقعا گیجه. You know, thank you for welcoming us here today, and Secretary Cardona and Mayor Bowser and Chancellor Farabee, you know, thank you for joining us as well. And for families across the country, you know, the school year. بله دیدید، زنه داره ویلکام میکنه و اینا رو میگه، اون گذاشت رفت، دستش کرد دو تا دستش هم کرد تو جیبش، اینجوری رفت. خلاصه این هم هستی، برای همین هم هستش که الان توی سنا پلید روز بود یا دیروز بود، نه یا دیروز بود یا پیروز بود، در سنا از این وزیر خارجه بایدن که هیچ خوشم نمیاد ازش، بلینکن، از اون داره میپرسه، نماینده سناتور رپابلیکن میپرسه که چه کسی به بایدن دستور میده، چه کسی داره این دستورات رو میده، چون دیگه به همه آشکار شده که جو بایدن در کاخ سفید کاری نیست، اون فقط یه مهره است. اجازه بدین این کلیپ رو پخش کنم. من دستیارش خواهد، اگر لطف بفرمایید شماره 6 خیلی ممنون میشم. Mr. Secretary, I can tell you, I've listened to you and a handful of other people try to put the best face on this possible, and I can tell you that the temperature of the American people is not there with you. And that, I'm not talking from a partisan basis, this goes both ways. You know, there is not enough lipstick in the world to put on this pig to make it look any different than what it actually is. So we need, the American people want to know who's responsible for this. So let's start with this. Who is responsible? Who made the decisions on this? Was it the President of the United States? Ultimately, the President makes the decisions. That's correct. Did he in this case? As in every case, ultimately decisions that can only be decided by the President are decided by the President. Well, now, of course, to be specific, Senator, there are hundreds, thousands of decisions every single day that go into a situation as complex as this one. The big strategic decisions, those are decided by the President. The tactical, operational decisions
are made by different agencies, agency heads, agency officials. Well, I'm more interested in the top decision making. Look, we've all seen this. We saw it as recently as yesterday. Somebody in the White House has authority to press the button and stop the president, cut off the president's speaking ability and sound. Who is that person? I think anyone who knows the president, including members of this committee, knows that he speaks very clearly and very deliberately for himself. No one else does. Well, are you saying that there's no one in the White House that can cut him off? Because yesterday that happened, and it's happened a number of times before that. It's been widely reported that somebody has the ability to push the button and cut off his sound and stop him from speaking. Who is that person? There is no such person. Again, the president speaks for himself, makes all of the strategic decisions, informed by the best advice that he can get from the people around him. بله. دیگه از واقعا صدای همه بدجوری در اومده. بابا آبروشون، آبرو امریکا تو کل دنیا رفت. اخبار که در کمدین‌های اروپایی دائما دارن مسخره میکنن، با اینا این کلیپ‌های مختلفشو میذارن که داره حرف میزنه، سرشو میذاره رو میکروفون یا میگه خب من باید الان قطع کنم برم. یه چرند پرندیاتی که میکنه، میگم مثلا همین الان دو تا دستاشو زد تو کرد تو جیبشو سود زن اون رفت. درش داره سخنرانی میکنه، از این کارا دائم داره میکنه. از یکی دوتا نیست، یا نخست وزیر اسرائیل اومده بود داشت صحبت میکنه، این هم چورتی واسه خودش میزد. بیا و ببین تو تمام روزنامه های اسرائیل نوشتن که خواب بوده بایدن، و واقعا خب منم کلیپشو نشون دادم خواب بود دیگه، چورت چشاش بسته بود، قشنگ چورت میزد. ایشون که این پرسش میکرد، سناتور جیمز ریش هستش که خطاب به بلینکن وزیر خارجه بایدن هستش، و یه مطلبی رو من سیاوش خان بودن خیلی جالبه، راست میگن. ایشون گفتن که این وزیر خارجه بایدن، یعنی این بلینکن، از نظر مالکشی روی خرابکاری های بایدن درست مثل ظریف میمونه که همش ماله میکشه رو خرابکاری های جمهوری اسلامی و خامنه ای و اینها. اینم کارش همونه، واقعا با روی زیادی میخواست جوابایی که میداد، برای اینکه اون میگه که کی به این داره یاد میده این حرف، میگه کی این تصمیم ها رو میگیره، میگه خودش روزی هزار تا باید تصمیم بگیره، روزی هزار تا تصمیم باید بگیره، باید هزار تا چیز رو بخونه که تصمیم بگیره. این یکیش هم نمیتونه تونه درست هواپیما بره پلا بالا، شیش دفعه معلق میشه از اونجا. حالا میخونم براتون، این انگلیسیشو شنید دیگه، بخشاشو میگم براتون به فارسی. آقای سناتور جیمز ریش خطاب به این بلینکن میگه که از فردی خبر میده که قدرت در دست اونه و با یک دکمه سیاست رو تعیین میکنه، و برای بایدن هم رویه مشخصی رو انتخاب کرده. میگه این فرد مورد نظر چه کسیه که راه و روش رو به بایدن میگه، روی یاد میده چیکار کن چیکار نکن، و سیاست رو اون تعیین میکنه که بایدن بگه، بعدم با یک دکمه میتونه قطع کنه حرفاشو، بگه دیگه حرف نزن برو. اون آدم کیه پشت پرده این کارا رو میکنه؟ این میگه آقای پرزیدنت بایدن هست، هیچ کس دیگه نیست غیر از خودش، خودش تمام این تصمیمات رو میگیره. آره دیدیم، خیلی خودش داره تصمیم میگیره، خیلی واقعا نسه ظریف میمونه. ولی حضورتون بگم که آقای تد کروز از سناتورهای ارشد سنا هستن، ایشون در رابطه با بایدن و این سیاست بایدن که نیروهای آمریکا رو از افغانستان آورد بیرون و باعث کلی کشت و کشتار اونجا شد و اینها، در واقع خیلی توی سنا پرسش‌های جالبی داره میکنه و مطالب خیلی جالبی رو مطرح میکنه. خیلی دلم میخواد اینو گوش بدید. واقعا تد کروز دستش درد نکنه، تا به حال خیلی حمایت کرده از آقای ترامپ و خیلی هم انتقاداتی که میکنه درست و بجاست و وطن دوستانه است سخنانش.
نمیدونم زیرنویس داره یا نه، اگر نداشتم براتون توضیح میدم. شماره 7 هستش، مهندس سیاوش خان، انتقادات تد کروز به بایدن. تمنام کنم خوب دقت بفرمایید، خیلی ساده هم صحبت میکنم، فکر میکنم همه بفهمید، کسانی که در امریکا لاغر زندگی میکنید و انگلستان، اینا بچه های پیلان هم که همه انگلیسی هاشون واقعا پرفکت، خیلی عالی حرف میزنن. برحال مهندس سیاوش خان، اگر لطف بفرمایید شماره 7 رو پخش بکنید ممنون میشم. President Biden and the Biden administration have presided over the worst foreign policy catastrophe in a generation. Americans across the nation are horrified. Our servicemen and women, our active duty military, are angry, they're disillusioned, and they're frustrated. Our enemies across the globe are emboldened, which makes the world more dangerous today for America, and our allies are dispirited. Ever since the disaster began unfolding in Afghanistan, we've seen the Biden administration making political excuses. We've seen Democrats on this committee explaining at great length how everything that happened in Afghanistan is Trump's fault. It's all Trump's fault. Mr. Secretary, Joe Biden is the President of the United States. Kamala Harris is the Vice President of the United States. You are the United States Secretary of State. Just like Jimmy Carter owns the disaster of the Iran hostage crisis, you own this. The Biden administration caused this disaster. It was caused by two things. Number one, ideological naivete and extremism. Repeatedly, Mr. Secretary, in this hearing and also on multiple conference calls over the last month, you keep saying things like the steps the Taliban needs to take to be welcomed into the community of civilized nations. Mr. Secretary, they don't want to be welcomed into the community of civilized nations. They are terrorists who want to murder us. This administration doesn't understand that. Joe Biden doesn't understand that. But sadly, that ideological extremism was combined with manifest incompetence. There were four decisions this administration made that I think were utterly indefensible. Number one, abandoning the Bagram airfield, giving it to the Taliban. That is a decision that 100 years from now will be studied at war colleges as a colossal strategic mistake, giving up two secure airfields, necessitating an evacuation from a dense urban environment, a commercial airport, which led tragically to the suicide bombings and murders that killed 13 American servicemen and women. Had we been evacuating from Bagram with a secure perimeter, the odds are quite high that attack either wouldn't have happened, or if it had happened, it would have been far less severe in its consequences. Secondly, the Biden administration giving the Taliban a list of Americans and of Afghans we wanted out. Third, the decision to leave Americans behind. Hundreds of Americans, perhaps more, perhaps thousands, thousands of green card holders, tens of thousands of Afghans who assisted the U.S. military. The Biden administration abandoned them and left them behind. And fourth, leaving billions of dollars of American military equipment that the Taliban will now use to threaten our lives. Earlier in this hearing, you said about that equipment, quote, none of it poses a strategic threat to us or their neighbors. That does not pass the laugh test. When you're looking at the Taliban potentially having 64,000 machine guns, 33 Black Hawk helicopters, 16,000 night vision goggles, we will see American blood spilled because of these colossal mistakes. میبخشید من تونتون داشتم به فارسی ترجمه میکردم که برای شما بگم بخشایش رو، برای این ناظرینانی که احیانا انگلیسیشون خوب نیست یا در کشورهای سایر کشورهای اروپایی زندگی میکنن که زبانهای دیگری رو بلد هستن، خدمتون بگم خیلی جانانه سخن گفت
این آقای تد کروز واقعا خیلی جانانه سخن گفت. سناتور تد کروز خطاب به همین بلینکن وزیر خارجه بایدن میگه شما مدام میگید که طالبان باید گام هایی برداره تا در جامعه جهانی متمدن پذیرفته بشه یا تا در جامعه جهانی متمدن پذیرفته بشه. آقای وزیر، آنها نمیخوان در جمع کشورهای متمدن پذیرفته بشن، آنها تروریستایی هستن که میخوان ما را بکشن. دولت شما اینا نمیفهمد؟ بابا راست میگه. خود طالبان سرکردشون همین پریروز تو سخنرانیش گفت اصلا و ابدا دموکراسی جایی که اسلام هست دموکراسی نباید باشد. دموکراسی اصلا حرفی که خمینی زد معنا نداره، باید بره، فقط اسلام باید باشه و قوانین اسلامی، دموکراسی ما نداریم. حالا شما های زورزورکی میخواید اینا رو دموکرات بکنید و بیارید تو جامعه متمدن. میگه اونا بابا تروریستن و خودشون هم نمیخوان به جامعه متمدن وارد بشن و هدفشون هم کشتن ماست. من توه چی داری ای علکی اینا رو میگی؟ اینو نمیفهمی؟ واقعا یه سری اصلا نیسته جنگلی ها میمونن، یه سری وحشی های عوضی در دیوونه بازی های خودشون در میرن. مگه اصلا اینا میتونن اگر بخوانم متمدن بشن؟ مگه میتونن؟ نمیتونن. اصلا گوشت و خون و پوست و استخونشون یه جوری وحشی بار اومده که امکان نداره اینا بتونن متمدن بشن. چه تمدنی؟ خودتون اینا رو درست کردین، طالبانو همین جوری بارشون آوردین. حالا ما متمدنشم بیان قاطی کی بشن؟ اصلا افغانا که نمیخوانشون، کی میخوان اینا رو؟ شماها میخواینش. حالا بقیه سخنان تد کروز رو بگم. حضورتون از کنم کسی سناتور تد کروز در یه بخش دیگه نرسیدم همش رو ترجمه میکنم، در یه بخش دیگه از صحبتاشون میگن که از وقتی که فاجعه در افغانستان آغاز شد دولت بایدن مدام بهانه های سیاسی می آورد و میگه که این تقصیر ترامپ. راست میگه، همیشه میگه این دنباله سیاست ترامپ. خب میخواست نکنی تو کدوم کار ترامپ رو دنبال کردی که این یکیش حالا گرفتی دنبالشو کردی؟ میخواست اون، اگه راست میگی اون دیوار رو بسازی، اونم دنبال کار ترامپ بود. میخواستی راه ندی اون ادهی که از اونجا دارن میان، معلوم نی تروریست قاطیشونه، بچه دوز قاطیشونه، همه چیز قاطیشونه، قاتل و جنایتکار و دراک مواد فروش و همه چی. اگه راست میگی اونا راه نده، اونم دنبال کار ترامپه. این هم الان داره میگه، باید تد کروز داره بهشون میگه، میگه دائم با بهانه میاری که میگی این تقصیر ترامپه. بعد میگه شما رئیس جمهور، کاملا هریس معاون رئیس جمهور، شما وزیر خارجه، یعنی بینکن وزیر خارجه امریکایی، شما ها مثل جیمی کارتر که مقصر فاجعه بحران گروگانگیری در ایران بود، شما هم مقصر این فاجعه هستید. نه؟ میگه بایدن و کابینش این فاجعه رو به بار آوردن. کابینه بایدن اومد یک لیست از افغانهای گرین کارت دار و آمریکایی های مقیم افغانستان رو به طالبان داده که گفته ما میخوایم اینا بیان بیرون. درست همه اونا رو گرفتن دارن میکشن. همینطور میگه دیگه دونه بخش بخش گفت که چقدر اسلحه دادن، چقدر هلیکوپتر دادن، چقدر تانک دادن. من روی هم رفتش رو میگم 85 میلیارد دلار اسلحه های تازه ساخت رو هم در اختیار طالبان گذاشتیم. سخنانی که آقای تد کروز به بلینکن گفتن دیروز در سنا. نظر میکنید اعتراضات خیلی بر علیه کابینه بایدن و خود بایدن زیاده، ولی مگه از رو میرن؟ ولی ببینیم چه خواهد شد بالاخره. بعد این خبرم خدمتون بدم، آخ نتونستم راجع به
رضا شاه صحبت کنم. اشکال نداره، مهم بود این اخبار که بدونید، خیلی مهم بود. شماره 8 به شما بگم که آمدن در ایالت پنسیلوانیا، حاکیم سرمایه رو گذاشته مشخص نیست، 15 یا 16 بیلبورد بزرگ عکس بایدن با لباس طالبان پوشیده، از همون چیزا هم گرفته دستش و زیرش هم به انگلیسی نوشته Making the Taliban Great Again. آره دیگه، طالبان رو بزرگ کردی. مهندس یاش خان اینو لطف کن، شماره 8 اخبارش هم داره پخش میکنه اینو، شماره 8. Former state senator Scott Wagner was no stranger to controversy when he was at the state capitol, and that's not changing now that he's back in the private sector. The Republican from York County told ABC 27 he's putting up 15 more billboards across the state showing Joe Biden and the caption, "Making the Taliban Great Again." Wagner is a vocal Trump supporter. Listen, this is a real big deal that's going down in Afghanistan. I think I've made my point. And I'm you know me, I'm gonna say what's on my mind, and this is what's on my mind, and now it's on a billboard. Wagner says there are 15 billboards up now, and with those others on the way, he spent about $15,000 on them all. بله، بله. هر چقدر که آقای ترامپ میگه let's make America great again، این میگه که making the Taliban great again. این بیلبورد ها توی زدن جاهای مختلف توی ایالت پنسیلوانیا زدن که تو اخبارم دیدید که میگفت. واقعا خود مردم آمریکا هم همه جا صداشون در اومده، واقعا صداشون در اومده. در ایالت های دیگه اغلب میبینید که تو خیابون ها طرفدارای آقای ترامپ و بایدن اصلا میفتن به جون هم کتک کاری. البته این آنتیفا ها شروع کردن اول به کتک کاری ها، این چیزا یا بلک لایف ماتریا بی ال ام ها که اونا شروع کردن کتک کاری رو، ولی دیگه الان مردم امریکا با این خرابکاری هایی که بایدن داره علنا هر روز میکنه جونشون به لبشون رسیده. اینه که اونا هم آماده عصبانی برای درگیری. مطالبی رو که باید میگفتم گفتم خدمتتون. تاریخ رابطه با رضا شاه میخواستم بگم و انگلیس و روس که گفتیم به ایران هم میگردن، اشکال نداره، هفته آینده توضیح میدم خدمتتون. با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه، فردا هم با شما هستم ساعت 12:30 نیمروز. البته یه مقدار باز کم و زیاد میشه، مثلا میشه 12:35 یا 12:40، چون مهندس یواش خان دستنا هستن تا برنامه قبلی رو ببندن، میخوام برن برنامه بعدی، یه فاصله زمانی میبره دیگه. بنابراین برنامه یه روزهای شنبه هم قرار شد ساعت 10:30 به وقت کالیفرنیا انجام بشه. از این ببر با سپاس فراوان از کارگردان گرامی برنامه، مهندس یواش خان عزیز، برای یکایی که شما عزیزان شب و روز خوش رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار خوش.